که واقعا چه فرزندی به بار آورد که این جهان را بهتر کرد، که هنوز از خرد و حرفش و تکنیک هایی که استفاده کرد در این جهان ما داریم استفاده می کنیم از این تکنیک ها و روش مدیریت و رهبریش، که فراموش نکنیم که منشور کوروش که کشف شد قانون اساسی امریکا، کانستیتوشنش و بیل آف رایتش، یعنی سند دادش مال حقوق انسان، تمام اینها از کوروش اومده و تمام پروفسورها و خود دولت امریکا میدانن و جفرسون که رئیس جمهور، یکی از اولین رئیس جمهورای امریکا بود، گمان کنم دومین یا سومین یادم نمیاد، به پسرش و به خانوادهش دستور داده بود که شما آموزش از کوروش باید بگیرین و از هر آموزشی که از کوروش میگیرین از آن استفاده بکنین در مدیریت دولت امریکا. درود بر پدر من کوروش بزرگ و سپاس فراوان برای هر کاری که کردی، و جشن بزرگی در ایران در آرامگاه کوروش گرفته بودن، یکی 2-3 میلیون رفته بودن که این پدر ایرانه ازش سپاسگزاری بکنن. درود بر هر کسی که رفت به آرامگاه کوروش و آنجا سپاسگزاری کرد. امروز مهمان زیبای نازنین ما یک پدر دیگه من هست، استاد جعفری. من پدر زیاد دارم و سرود 16 رو ما آغاز میکنیم که امیدوارم یه چیزی نو ما دوباره یاد بگیریم. درود بر شما استاد جعفری، سپاس فراوان بابا که امروز این زمان رو گذاشتین که بیاین برنامه زرتوش و به ما یه آگاهی، یه آموزشی درباره این سرود 16 اشو زرتوش در گاثا بدین. بفرمایید. درود بر شما و درود بر همه بینندگان گرامی این برنامه، و سپاس باز از تلویزیون پارس که این برنامه رو نگه داشته، و سپاس ویژه از همین شهرتی که گرداننده این برنامه است. ما امروز که باید گفت هفته گذشته نیامدیم و گفتن باران سخت و سیل میاد و ما باید کما بیش از 150 کیلومتر اینجا بیاییم نیومدیم، ولی اون روز کوروش رو میخواستیم بگیریم و ببینیم کوروش از کجا اون کارهای و شاهکارهایی که انجام داد از چه کسی آموخته بود. امروز من در آغاز اوستا، یک بند اوستا از همه این بخش 16 یکی به اوستا میخونم و اون اینه: وهو شطریم ویریم، وهو شطریم ویریم، باگم ای بی ویرشتیم، ویدشم ناوش ایجاو چید، اشاو انتره چره چید،
شیو تناوش مزداو وهشتیم تدنی نوچید ورشانی شهریاری نیک باید برگزیده شود زیرا آن گران بهاترین بهره است گران بهاترین بهره است همانا آن برای کسی که کمر به کار بسته چون پرستش است او ای خدای دانا با بهترین کردار خود بر راه راستی می رود برای همین شهریاری است که اینک من برای همه کسان خود اندر تلاش و کوشش می باشم امیدوارم که به یاد داشته باشیم در آغاز همین سرودهای پاک زرتشت ما با یتاهو ویریو که گاهی این فرزند نیک با ساز و آواز میخوانه اون بنیاد چیست؟ آن چیزی که امروزا ما دموکراسی میگیم و این اروپاییان هم میگن از یونان برخواسته همه اینها رو ما میبینیم زرتشت نخستین کسی است که میگوید رهبر و سرور هر دسته ای را باید برگزید و آن هم پس از اون که پیشینه راستی و درستیش خوب بدانیم یعنی ما باید اون کسی که میخواهد برگزیده شود ما باید درست اونو بشناسیم همین اکنون این آمریکا که باید گفت بزرگترین کشور دموکراسی است هنوز ما میبینیم لینگ لینگ بیونگ چینگ چینگ فیونگ نمیدونم آلینا علی اینها هر کدومشون یک نامی برای خودشون تو خیابانا گذاشتن که ما به اینا رای بدیم و در کنگره آمریکا اینها چی بشیم میبخشید من هیچ کدوم به درستی نمیشناسم در جایی که زرتشت گفت باید اون کسو به درستی دانایی باید گفت آزمایش همه این چیزاشو باید بدانیم و رأی بدیم این دموکراسی که زرتشت گفته ما باید هنوز کوشش بکنیم که این دموکراسی سر جای خودش باشه اینک ببینیم این دموکراسی که من خوندم زرتشت میگوید من تلاش و کوشش میباشم این کارها را ای خدای دانا
نخست به تو سپس به راستی و پس از اون به آرامش پیشکش میکنم. آرامش جنگ و ستیزه در دین بهی زرتشتی نیست. ما با کسی نه جنگ داریم نه جنگ بکش بکش، نه هم جنگ بگو بگو داریم، هیچ کدومشو نداریم. باید آرامش، آرامش، اون هم آرامش افزاینده، سپنت آرمیکی، آرامش افزاینده، یعنی بهتر و بهتر و بهتر، آرامتر و آرامتر و شادتر و شادتر باشیم. مرا شهریاری دلخواه خود را بنما و از منش نیک، اندیشه نیک به خود توانایی نیایش، نیایش بزرگ داشت بده. کسانی که با کارهایشون به تو پیوستند برای گوش دادن گرد همایند، زیرا ای خدای دانا تو از راه راستی و با گفته های منش نیک، اندیشه نیک، خداوند سخن هستی و از آغاز آموزگار اینها هستی. ما هرچی می آموزیم مانند زرتشت باید پژوهش هایی بکنیم، جهانشناس بشیم، از جهانشناسی جهان آفرین شناس بشیم. زرتشت یک چیزایی میگه که باید در این شهریاری باشه. کجا خرسندی در افزایش است؟ شما ببینید کجا خرسندی در افزایش است، کجا بخشایش می شود، کجا راستی به دست می آید، کو آرامش که می افزاید، کجاست بهترین منش، کجا ای مزدا جز در شهریاری تو. می خوام اینجا به شما بگم که واژه شاه و شهر یا همین شهریاری که من به کار میبرم، ما باید بدونیم شاه اون چیز نیست که کسانی شاه شدند و کارهایی کردند که ناپسندیده هم هست. پسندیده جای خودش و ناپسندیده ها جای خودشون. شاه در اوستا شترا و به سانسکریت شترا میشه شترا، خی ندارن، کاف دارن. خشی یا کشی یعنی در آرامش آباد کردن. پس شترا شاه کسیه که مردم را در آرامش آباد کند. نه زور گوید نه هیچ. این شهر، شهر از همون شترا هست، یعنی آبادی، آبادی که آرامش داره. و ما میبینیم این رو همین کوروش بزرگ، پدر همه ما، این نشان داد. صدها سال پس از زرتشت هنوز پیامش برایشون تازه بود. و این شما تاریخ رو ببینید یا
شاه لیدی و شاه بابل، این دوتا میخواستن شاهی هخامنشی و مادی رو از میان بردارن. کوروش میرود و از خود باید گفت دفاع میکند و اون هم با جنگی که با لیدی میکند، شما ببینید اون لیدی رو شکست میده، ولی یک سربازی که اونها سربازای ایرانی رو کشته بودن نمیکشه، همه رو میبخشه و خود شاه رو به جای این که اونو با شکنجه ها سرش ببره، کارهایی که ما میبینیم چی میکنن با دشمنایی که شکست خوردن تا امروز، هر روز این اخبار رو ما میشنویم، این اونو رای زن خودش میسازه، میگه تو رای زن من باش. از اون چیزهایی یاد میگیره و پس از اون با بابل هم پیروز میشه و اونجا هم ما از سنگ نوشته خودش، از اون چیز کوروشی و از کتاب اقدس یهودیان ما میبینیم این نه تنها اونجا کسی رو نمیکشه، همه رو آزاد میکنه، ولی نه تنها آزاد، ما آزاد میکنیم ولی آباد نمیکنیم، آزاد میکنیم دیدید که آباد نمیکنیم، این همه رو آباد میکنه. کسانی که به بردگی گرفته بودند اونها رو هم آزاد میکنه و با هزینه شاهنشاهی خودش اونها رو از جایی که اونها رو کنده بودن آورده بودن و برده ساخته بودن برمیگردونه. نه تنها اونجا، خانه و این و اون و پرستشگاه اونها رو، پرستشگاه اونها، این زرتشتی و اونا یهودی، براش هیچ جدایی نداره، همش آرامش میخواه. اونها رو بزرگترین پرستشگاه یهودیان و کوروش و جانشینانش درست کردن که رومیا اون رو از میان بردند و هنوز نتوانستن مانند اون یک چیزی بسازند. این دموکراسی، هخامنشیان رو میبینیم، تخت جمشید رو بخونیم، میبینیم امپراتوری واژه‌ایه که نباید برای هخامنشیان به کار برد، نباید به کار برد. اونها هر استانی یا هر کشورکی رو همه رو یک جا کردن و هر کدومشون با فرهنگ، زبان، باور، دین، هر چی بگیم آزاد بودند. ما 25 تا از اونها داریم و این خودش میشه استانهای وابسته به هم. شاهنشاهی اینه، شاه همون در اون زمان یعنی آبادگر
آرام، کسی که به آرامش آباد می ساخت، این شاهنشاهی هخامنشی ها رو ما می بینیم. اسکندر میاد، اونو در هم میشکنه. اسکندری که از مقدونیه میاد و پدری از خود یونانیان در آورده بود، میاد اینجا و کارهایی میکنه، اینو از میان میره. ولی تاریخ نشون میده که فرهنگ و آزادی ایران و همون با آرامش اشکانیان رو میبینیم. اشکانیان همین بودن، نامشون ملوک و طوائف گذاشتن به عربی که شاهان تیره ها به فارسی میشه. نه، اینها همون بودن، هر کس به جای خودش، مانند هخامنشیان. اینها خودمونیم. همه این کما بیش بیش از 500 سال ما دموکراسی داشتیم که هنوز میبخشید جهان آن چه که در توشت گفته نداریم و باید داشته باشیم. هر کسانی که آبادگر، شاه همون آبادگر میشه، اون رو باید ما خوب خوب بشناسیم، گذشته شده دانش چه کاردانیش، کار پیشبریش، همه اینها رو باید خوب بشناسیم و اون رو چه بکنیم، برگزیده بکنیم که اون کس، باز من برمیگردم به یتاهو، اون کس به کسانی که باید گفت بیچاره گردیدن، همه رو دوباره آباد کنه. کسانی که زیر فشار شی، یعنی این واژه اینجا که ما همه میدانیم، کسانی که در آمریکا هستن، هوملس، باید هوملس ها رو آباد کرد. اینها باید کارهایی بکنن که سازندگی باشه. هیچ کس بیچاره در اون دموکراسی نباشه، در اون آزادی، یا همون واژه درست ما به معنای درست خودش شاهنشاهی باشه. اینها رو ما میبینیم. میبینیم زرتشت باز میگه شهریاری نیک، همون شهریاری نیک باید برگزیده شود، زیرا اون گرانبهاترین بهره است. ما بهترین، گرانبهاترین باید گفت آبادی خود را باید خودمون برگزینیم، خودمون کسانی رو که میشناسیم اونها رو برگزینیم، کسانی که هیچ کس بیچاره رو در کشورمون نگذارن. از من هنگامی که میپرسن درباره تیره های ایرانی،
میگم ما باید همون کار بکنیم که هخامنشیان کردند. آذری میخوا زبان ترکیشو نگه داره. بلوچ میخوا بلوچی رو نگه داره. کسانی در خوزستان میخوان زبان تازی عربی رو نگه دارن. از یک سو ما همون کار رو بکنیم که در گذشته داشتیم، یک زبان همه همدیگر رو بفهمن. اون فارسیست که از همین عراق امروزی گرفته تا مرز چین که امروز هم تاجیکستان و تاجیک هایی که در چین هستن به زبان فارسی گفتگو میکنن. 800 سال فارسی زبان فرهنگی همین هند بوده تا اینکه انگلیس ها اومدن اونو از میان بردند و امروز هم هندی ها، یعنی باید گفت دولت هند میگوید که ما نمیتوانیم فارسی رو فراموش کنیم. هنوز هر دانشگاه بزرگ که شاید بیش از 35 دانشگاه در هند اینها بخش فارسی رو دارند. افغانستان و انگلیس ها کوشش کردند که پشتو بیشتر باشه، ولی هر پشتو زبان افغانستان فارسی هم میدونه. و فارسی زبان های اونجا ما داریم که امروزا دری یا خودشون تاجیک میگویند. این زبان داشته باشیم، میخوا پشتو چرا نباشه؟ همطور که گفتم بلوچی این اون لهجه، کسی که به لهجه کرمانیست ما نمیخندیم بهش. لهجه بوشهری داره نمیخندیم. باید ایران این باشه، باید جهان این باشه. ما دموکراسی درستی که زرتشت پیش از اون که حتی یونانی هایی که در زمان، باید گفت در زمان هخامنشیان که ما دموکراسی سر تا سر شاهنشاهی اون داشتیم، اینها اروپایی‌ها خودشون میگن دموکراسی که داشتیم تنها و تنها یونانیان مردان یونانی، زن و برده و یک کسانی که از بیرون اومده بودن، اینا رأی نمیدادند. در جایی که اینجا همه ما میتونیم رأی بدیم، همه آزادیم. و این است که باز میگم شهریاری نیک باید برگزیده شود، زیرا آن گرانبهاترین بهره است. اون گرانبهاترین بهره است. این ما داریم و امیدوارم تلاش و کوشش ما همین باشه که از همین آمریکایی که ما اینجا هستیم سر تا سر جهان اون دموکراسی داشته باشن که ما در زمان هخامنشیان داشتیم، ولی باید امروزی باشه، مدرن، پیشرفته، بهتر و همه چیزهایی که خوب داریم. شهریاری یه برگزیده، زنده باد، پاینده باد. خواهش میکنم. سپاس فراوان. همینجور که
استاد جعفری توضیح دادن، در یونان دموکراسی رو خود اسکندر از بین برد و اسکندر و کسی که بهش آموزش میداد ارسطو میگفت انسان ها طبیعتاً برده هستند و خودش برده زیاد داشت و پدرش برده زیاد داشت. ما دیدگاه ما ایرانی ها و فرهنگ و تمدن ایران اینه که انسان ها مقدس هستن، آخرین چیزی ما که یه برده انسان هست اینه نداشتیم. که برده باشه. یعنی پیش از تا همین ساسانیان یک برده نداشتیم. دقیقا، چون برده داشته باشین دموکراسی نیست، چون اون برده اول اینکه منطقی نمیتونه رأی بده، یعنی داری اقرار میکنی دموکراسی نداری برده داشته باشی و یه گناهه. و کوروش تمام برده هایی که بابلیا داشتن آزاد کرد و یک نمونهش همین کلیمیا یا یهودیا هستن که چون طرز فکر کوروش زرتشتی این بوده که ما در دید زرتشت در فرهنگ و تمدن ایران بردگی نداریم، زنها با مردها مساوی هستند و اتفاقا میتونن با هم رقابت هم بکنن به سوی راستی و عشا، میتونن رقابت بکنن که یونانیان نداشتند. خود افلاطون نوشته که خانمای ایرانی ببخشید خانمای یونانی در اجتماع یونان نمیتونستن با مردها جشن بگیرن. این تفاوتها بسیار بزرگه و دموکراسی که در یونان بود فقط برای مردها بود و اونم اسکندر از بین برد و تمام مدرسه های مزدایسنی، یعنی مدرسه های فلسفه یونان و اسکندر بست. تا اسکندر به نیرو رسید و ایران هخامنشیان به فرو اومد، ما میبینیم فلسفه یعنی خردگرایی از جهان رفت. این مدرسه های خردگرایی در یونان که سقراط و افلاطون، هراکلایتیس، خیلی کسا و فیثاغورس اینا رو در اون زمان اینجا کار میکردن، اینا همه دیدگاه بینش ایرانی بود، چون پیش از اون نداشتن و بعد از هخامنشی ها هم نداشتن. این دوباره منطقی نشون میده، یه مدرک و سنده که خردگرایی که میشه فلسفه به زبانهای غربی که میشه همون مزدایسنا، این یه واردات ایرانی بوده، طرز فکر ایرانی بوده در یونان. و حالا کوروش بزرگ خردمند، هر جای مقدسی که بابلیا از بین برده بودن دوباره اینها رو درست کرد و این مذهب ها و این خداها رو به مردم دوباره پس داد. یعنی ما اگر امروز ایران رو ببینیم، ما میدونیم در زمان کهن ایران ما یه خداهایی داشتیم، یه آرامگاهایی داشتیم که در دموکراسی واقعی این آرامگاه ها، این خداها باید دوباره برپا بشه و دوباره باید زنده بشه. همون کاری که کوروش کرد. اگر جهان واقعا دموکراسی درست داره، باید در ایران تمام آتشگاه ها دوباره باز بشه، تمام خداهای ما دوباره بر ایران برگرده. همون کاری که کوروش برای نه که یهودیا کرد، برای هر اجتماعی که بابلیا خداشونو گرفته بودن ازشون. یا ما آتشگاه داریم، ما جای مقدس ایرانیا بهش میگیم آتشگاه، حالا نام جای مقدس مصریات، هر سرزمینی که اونجا بوده نامش هرچی بوده، کوروش دوباره اینا رو زنده کرد. اگر هزینه ساختن این ساختمان ها، آتشگاه های دیگران را دوباره
ساخت، این را حتما برای همه کشورها، تمام این 21 استان که توی فدراسیون هخامنشیان بوده، این را انجام داده. و یک توضیحی که من دوباره اینجا میگویم که بابا گفت، ما کسی رو که انتخاب میکنیم باید ما بدانیم که این شخص خرد و تحصیل فرمان روایی داشته باشه. در امریکا شما میتونین هر کسی رو انتخاب بکنین، ولی واقعا ما کارنامه اون شخص رو نمیدانیم که آیا این شخص تحصیل و خرد این کار رو داره و آیا ما این شخص رو 20 سال 30 سال میشناسیم، آیا این شخص پیر شده در اجتماع و به این ما تراست داریم، اعتماد داریم و کارهاشو دیدیم و تمرینهاشو دیدیم. این یه دانشجو بوده که این کارو یاد گرفته و امروز لیاقت رهبری داره. بله، من از من وقتی که کسانی میپرسن میگم یه کسی که میخواد برگزیده شود باید دکترا، امروز دکترا در اون کار داشته باشه. میخواد فرمان روایی باشه، میخواد وزارت خارجه باشه، میخواد وزارت فرهنگ باشه، هر کدومشون باید یک دکترایی داشته باشن و باید دانا و کاردان درستی برای اون کار خود باشن تا مردم همونطوری که گفتیم همه آباد، یکی هم بیچاره نباشه. و یک چیزی گویا یک چند دقیقه دیگه داریم، میخواستم ببینم بگم زرتوش در همین بند 16 این میگه کی گشتاسب از نیروی انجمن مغان. مغ یعنی کسانی که بزرگوار هستن، انجمن بزرگواران. و سرودهای منش نیک به دانش درونی رسیده. دو سال همین شاه بجای این که زرتشتو گردن بزنه، زرتشتو شنید و زرتشت درباره انجمن مغان، درباره سرودهای منش نیک که خودش سروده بود، همه اونها رو اونجا گفتگو کرد. و پس از اون نه تنها گشتاس، خانواده کیانی و دربار و کم کم همه مردم اونجا این شاهنشاه رو، زرتشت، به باید گفت یک زندگانی تازه تا اندازه بخشید. یادمون باشه اسفندیار که دربارش یک چیزایی هم دروغهایی هم گفتن، این جانشین پدرش بود، ناگهان میگه که من دیگه جانشینی نمیخوام، من میخوام این دین بهی رو گسترش بدم. اون واژه‌ای که ما به کار میبریم مبلغ دین بهی میشه، گستن آموزگار این دین میشه. و جاش کی میگیره؟ نوه، اون هم دختر، هما. ما در تاریخ نخستین شاهنشاه در همون زمانی که زرتشت، شاید 20 سالم از درگذشت زرتشت یا 30 سالم نگذشته بود، ما میبینیم یک زن شاهنشاه میشه.
عجیده ده چیز باور نکردنیه در اون زمان. در اون زمان 3700 سال پیش این همچنین یه گفته ای نیست، این تاریخ اینا رو نشون میده. ما میبینیم زرتشت کسانی که دانا بودن از فرسوشتر هوگو میگه که این فرسوشتر هوگو برنامه گرانبهای خود را برای خدمت به دین بهی به من نشان داده، گفته که من چه کارهایی میتونم بکنم. برادرش جاماس کسی است که هم داماد زرتشت میشه هم جانشین زرتشت میشه و جاماس رو همیشه با واژه جاماس حکیم میگیم، یعنی دانا. این دانا بوده. زرتشت ای مدیو ماه اسفندتمان، پسر عموی خودش که 15 سال از زرتشت بزرگتر بود، اون هم کسی میشه که دین بهی زرتشت 15 ساله عموزاده خودشو میپذیره و پیشا پیش برای گزارش اون میشه. این کارهایی است که ما میبینیم در پس از سالها، باید گفت زرتشت کامیاب میشه و بنیاد آنچه که ما امروز دموکراسی میگیم یا باید واژه فارسی مردم سالاری، زن و مرد که برابر هم دیگه هستند در همین سرودهای زرتشت، بلکه از هم از یک دیگر پیش هم میتونن بیفتن، همچنان که جای ولیعهد یه دختر هما میگیره و شاهنشاه میشه. اینها رو ما باید به یاد داشته باشیم و بکوشیم تا دموکراسی زرتشت 3700 سال پیش پیشنهاد کرد و هخامنشیان تا اون جای زمان خودشون از اون پیروی کردند، همچنان اشکانیان و پس از اون تا یه اندازه باید گفت فراموش شد دموکراسی و باز ما باید اونو زنده نه تنها برای ایران، برای جهان بکوشیم. مایی که اینجا در آمریکا هستیم باید ببینیم که آمریکایی‌ها این دموکراسی بسیار ارزشمندشون ارزشمندترین بشه در جهان. خواهش میکنم. درست، این در حرکت تکامله و هنوز به رسایی، اون رسایی که اشو زرتشت در بحوخ شطرا میگه که خرسندی تابنده برای همه. Happiness on to those who bring happiness to others. امیدواره، میگم، از روش تکامل به اون مرحله برسیم که این همین توی بیت 16 هم میگوید که ویشتاست که از روش عشا راستی به ما آموزش بده که بتونیم خوشحالی هپینست اوشتای تابنده داشته باشیم که همه شاد و خرم باشن. برنامه این هفته ما به پایان رسیده.
دوباره سپاسگزار از پدر من و استاد من دکتر جعفری و درود بر اشو زرتشت و درود بر کوروش بزرگ و داریوش بزرگ که این فرهنگ و این آموزش رو به ما دادن. تا هفته ما هفته آینده شما رو میبینیم. تا این هفته امیدوارم هفته خوب و زیبایی داشته باشین، خوشحال و تندرست باشین و خدا نگهدار همه شما باشد.